کرد و جواب یاوه‌گویانی که به آن حضرت صلی الله علیه و سلم افتراها و تهمت‌های بی جایی رو می‌زدند و آن حضرت رو به مجنون و ساحره رو این گونه کلمات متصف و متهم می‌کردند، خدای عزوجل جواب داد اینک مژده‌ها شروع شده، پس تبصرون و یبصرون فأیکم المفتون، ای پیامبر به زودی تو هم می‌بینی آنها هم می‌بینند، به ایکم المفتون که چه کسی گرفتار فتنه هاست، چه کسی گرفتار درد هاست، چه کسی در وادی مشکلات و نابسامانی ها غرق است. خب شما میدونید که خدای متعال این آیات رو و این سوره رو همونطوری که عرض کردم خیلی از مفسرین معتقدن که چهارمین سوره است که بر رسول خدا نازل شده، یعنی در بد و طبیعه بعثت رسول خداست و اونجا همه دست به دست هم دادن، تمامی عناصر، تمامی ایادی، تمامی عرض شود مشرکین تا اینکه صد راه پیامبر خدا بشن و با این گونه اراجیف بخوان روحیه پیامبر خدا رو بشکنن. اما در چنین برهی از زمان الله ذوالجلال می فرماید پس تو بسرو و یبسرو، به زودی تو هم میدونی، اونهایی که اهل علمن میدونن که سین بر سر فعل مضارع بیاد معنای قریب میدهن، یعنی ان قریب خیلی طول نمیکشه، یعنی فاصله زمانی منقدر زیاد نخواهد بود، شما به زودی خواهید دید و اونها هم خواهند دید که به این یکم المفتون، اینهایی که میگن دیوانه، اینهایی که به تو ساحر میگن، اینهایی که به تو توهین میکنن، به زودی خواهند دید که به این یکم المفتون. زمانه دست کی هست؟ قدرت دست کی هست؟ عزت از آن کی هست؟ حرمت و احترام چه کسی بالاتر خواهد بود؟ چه کسی در شبه جزیره عربستان میتواند حکومت کند بر دلها نه فقط بر جسمها؟ خیلی جالب عزیزان، ستا مسئله رو خوب دقت کنید. تو همین آیه ما نیامدیم که فقط سخنرانی گوش کنید، قرآن رو بفهمید. اولین نقطه همین است که این یکی از معجزات الهی است. خدای متعال این سوره رو زمانی نازل میکند که هیچ قدرتی رسول خدا ندارد، هیچ شوکتی و ابهتی به لحاظ قدرتی ندارد، به لحاظ فیزیکی ندارد. مسلمانان بسیار اندک و هر جا مسلمانی قرار دارد یا در زندان و حبس است یا تحت شکنجه و آزار و اذیت، ولی خدای متعال با قوت تمام میگوید که طول نخواهد کشید و شرایط عوض خواهد شد و شما خواهید دید، ای پیامبر خدا اونا خواهند دید. این معجزه نیست، این با قوت تمام از غیب نیست، اطلاعی از غیب نیست. نمیخواد خدای متعال یک مسئله ای رو که هنوز من نمیدونم چرا اینها نمیفهمیدن، البته اگرچه که خیلی از سران قریش متوجه جریان بودن، یعنی ابو جهل و ابو لهب و خیلی از اینها واقعا میدانستن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر حق است و الا انسان نمیتونه اینقدر محکم حرف بزنه. اگر با عالم علیا متصل نباشد، شما میتونید آیا از فردای خودتون، از سال آیندهتون صحبتی بکنید؟ هیچ قدرتمندی در دنیا نمیتونه، چه برسه به کسی که بالاخره میگه من پیامبرم و اگر یکی از پیشگویی‌های او و یکی از آینده نگریه‌های او دچار چالش و مشکل بشود، تمام دین منحل می‌شود، دیگه کسی حرف رو قبول نمی‌کند. این اولین نکته است تو این آیه که خداوند نه در این آیه، در آیات مکرر و متعدد خدای متعال با قوت تمام از عزت اسلام، از شوکت ایمان، از حمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن به میان آورد که فسحر توبسه، یعنی طول نمی‌کشد، زمان خیلی طولانی نخواهد شد، سین از آینده این نزدیک خبر میده. این یک. دو، اونها به پیامبر گفتن مجنون دیوانه، نه؟ حق بر این بود که خداوند هم میفرمود فستبصرون و یبصرون و ایکم الجنون، تو هم میبینی اونها هم خواهند دید که دیوانه کیه. جواب خودش رو باید برمیگردون، اما این منطق منطق قرآن نیست. اونها یک به قول معروف حرف چرندی رو به زمان آوردن، حرف زشتی
و توحید رو بر زبان راندن، اما دعو و روش و متد قرآن توحید رو با توحید عین خودش و یا بدتر جواب بده. ادفع بالتی هی احسن. داره با ما مسلمونا یاد میده که شما هم اگر میخواییم گاهی از ایمانتون، از اعتقادتون، از باورتون توحیدی که به شما شده اگر بخواید دفاع کنید، توحیدتون جاهلانه نباشد. خدا میتونه اون جنوب یاد بدید که چگونه قرض و ادا. سبحان الله.
برید قرضشو بدید، هر چی که خواستم بدید بهش، بهترینش هم بدید. یهودی چند قدمی نذاشت نگذاشته که برگشت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد. قرآن چون این منطقی داره، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در مواجهه با جهال، در مواجهه با نادانان، ما السلام علیکم من تک الله باشه نیم که افتخار رو به این بکنیم که خود جواب دادم، چه خوشهای آبداری میدنم دارم. من این آب بچه های هستم در بازار، در نمیدونم سر کار حرفی میزنه، چقدر میگه اگر ما هم این حرف رو برگردیم این اوناییم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مجلس حضور دارن، ابوبکر صدیق نشستن، یک آدم جاهل و نادانی شروع کرده ابوبکر صدیق را بکش، اونجای بسیار رکیب. رسول خدا همون دست بلر هست و تبسیم شروع کنم میخندم. اما وقتی سرش پایین هست جواب میدونی، وقتی سر رو بالا که رسول به خدا میخندم ناراحت شد. وقتی پیامبر این دیوزگی من میخندم که من جواب میدم آی دارو خودتی، رسول به خدا چنان ناراحت شد پاشد رفت. اما وقتی سیدی متوجه شد که بار خراب شد، دنبال آن حضرت صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله خب دیدی چی میگفت، دیدی چه توهین میکرد، من که حرفی نزدم. و یه ابو بکر صدیق خنده من متوجه شد، تبسم من رو گفت بله، گفت تا لحظه ای که تو جواب نداده بودی خدای متعال فرشته ای رو از آسمان موکل کرده بود که به جای تو جواب بده. هرچی اون میگفت فرشته از تو دفاع میکرد، ولی لحظه ای که تو شروع کردی به دفاع از خود فرشته حرکت کرد. من هم نمیشیم در مجلسی که فرشتگان رحمت برکرده رو، حوصله ها رو. من بارها عرض کردم حوصله با چند تا خوندن چند کتاب روانشناسی بالا نمی رود. اخلاق ما با خوندن چند کتاب اخلاق صرف بالا نمی رود. اخلاق جامعه ما با خوندن چند کتاب روانشناسی و دیدن چند تا کلیپ و سرچ کردن در اینترنت هرگز بالا نمی شود. فرزندان ما تربیت نخواهند شد مگر زمانی که یک سر این سیم متصل باشد با خدای دارای اخلاق، خدای رحمت العالمین. امکان ندارد. ما نمیتونیم اصلا حوصله را بالا ببریم، ما انسانی کوچولوییم. ولی اگر این اخلاق زیبا بشه، شما دیگه در تمام دنیا تو سر کارتون هم خیلی ها اومدن و گفتن واقعا بچه های شما چنان الحمدلله اعتماد صاحبدارها رو جلب کردن، چون دروغ نمیگن، چون پرخاش نمی کنن، چون نمیدونم نارو نمیزنن. ما بهشون افتخار میکنیم تو ادارمون، تو شرکتمون، سر کارمون. بعضی از بچه های ما بنایان، کارگر ساختمانی یا کارگر معمولی، ولی برای خودشون عزت آفریدن، برای دینشون، برای نمازشون، برای اعتقادشون جا باز کردن. همه خدا از صد تا سخنرانی ارزش بالاتر است. من شب روز اینجا حرف بزنم به اندازه اون کارگری که سیمان رو درست میکشه و یکی میاد بهش پرخاش میکنه در جوابش سلام علیک میگه، جواب او رو با منطق قرآنی میده، من نمیتونم مؤثر باشم. این طبیعی نیست. بذار این عزیزان، ما نیم اینجا سخنرانی گوش کنیم، ما نیم اینجا هر روز بشینیم هر شب بشینیم و برگردیم. عجب صحبتهایی شد. نه، بایستی در ما تغییر و تعقل ایجاد بکنه و ما زمینه و قلمروی حوصله و صبرمون باید بره بالا. خب این دومین نکته از جبسلا و یغسلونی ها رو تو در آرشیو ذهنتون عزیزان ذخیره کنید. حتما نبایستی موبایل باشه، حتما نباید مموری باشه. این فکر ما شما جبودید ماشاءالله. پس دومین درس این بود که جواب خدای متعال چه ای یکم المفتون. جالب اینجاست که این توهین به پیامبر شده، توهین به رحمت العالمین. ظاهر قضیه بود که خدا جواب خیلی دندون شکن میداد، ولی خدای متعال چنان جواب دندون شکن در این حال بودن. این دو سومین درزی که از این آیه میشه گرفت، پس اتو بسرو و یک سرون و ای یکم المفتون. هر انسانی
نتیجه رفتارش، صداقتش، عکس العملش، ایمانش، اتصالش با الله رو میبیند، موفقیت خودش رو میپذیرد. دکتر اولید، یعنی اگر ما به این آیه قرآن معتقد باشیم، این فقط برای رسول الله نیست، هر انسانی که عکس العملش درست باشه، اخلاقش درست باشه، رفتارش درست باشه، تواضعش و عدم حسادتش به موقع باشد، پس تبصر و یبصرون، الله میفرماید به زودی موفقیت رو شما خواهید دید. و یبصرون، اونا هم نتیجه عناد و توهین و بد اخلاقی و انحراف خودشون میبینن. واقعا اینطوری عزیزان، خیلی ها تو دنیای امروز میگن آقا این همه نماز خوندید، نمیدونم میگن دیگه طعنه و افتراء میزنن، آقا با ذکرت برو با خدای به جوان دانشجو ایراد میگیرن، آقا بلکن تو دانشجوی، باید خوش باشی، باید عشق کنی، باید لذت ببری، این حرفا رو میزنن. تو با نماز با طاعت با کجا میخوای برسی؟ باور کن اگه ترم و دورم پاس بکن، ولی اون جوانی که به خدا قسم اگر اتصال با الله داشته باشد، چنان موفقیت رو طبق این آیه قرآن خواهد دید، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی دیر نمی‌پاید. اینو تجربه ثابت نموده است، چون شروع همه شروع میکنن، ولی آدمهایی که با بالا مرتبط نباشن خیلی سریع خسته میشن، خیلی سریع بنزد میشن، و اگر هم به ظاهر موفق بشن، نمیدونم مدرکی هم به دست بیارن، باز نمیتونن در جامعه درست زندگی بکنن. پزشک پزشک عالی نمیشه، مهندس مهندسی نمیشه، مجبوره که با پول گرفتن و رشوه و این گونه مسائل فقط کارشو بشه. این است این واقعا حسن تبصر و یبصرون. موفقیت واقعی البته بستگی داره این هم که عینک موفقیت شما، عینک موفق بین شما روی چه شبکه این تنظیم شده باشن، چون هر کسی رو که دیگران موفق میخوانند، من موفق نمیدونم، شما هم همینطوری هستید، دیدگاه ها متفاوته. بعضی آدم ها موفقیت رو فقط تو پول میدونن، موفقیت رو در این میدونن که از گرده انسان ها، از پله انسان ها، از آبروی انسان ها برای خودشون برج بسازن و برن، نمیدونم به دنیا و به اسپانیا و اروپا، کشورهای اروپایی و غربی برن تماشا بکنن. یک سری آدم ها اینا رو موفقیت میدونن، ولی آیا این موفقیت هست؟ خیلی زیاد داریم الان، کلاهبرداری، نمیدونم اختلاس، از اینها رو یک نوع موفقیت برای خودشون میدونن، چون فقط پول. خبر ندارن اگر این موفقیت از چرا اعدام میشن، چرا زندان، زن و بچه‌شون. من نمیدونم اینا با چه عینکی دارن مقایسه میکنن، واقعا مقیاس رو باید عوض کنن. خدا موفقیت فقط در داشتن الله هست. بله این زمان هست که همه چیز رو معنا پیدا میکنن، این صحبت رو شما بارها شنیدید، شرکتی هم هستی ارزش دارد، اگر سر کارم هستی ارزش داره، اگر زنده باشی ارزش داره، اگر دنیا هم ارزش داره. پس تبصر و یبصرون، ای جوانی که اینجا هستی، قطعاً شما بایستی باور ما رو عوض کنی که موفقیت از آن ماست. ما قطعاً موفق خواهیم شد اگر الله رو در کنار ما داشته باشیم. کلا ان معی ربی سیهدین. مگر ممکنه یک انسانی بگه من چون با استاندار بومخیشم، من نمیدونم با فلان وزیر ارتباط دارم، من به موفقیت میرسم، من هیچ جا کارم گیر نیست، به اون میرازد. بعد یک جوان مؤمن، یک جوان دانشجویی که با الله ارتباط دارد، به الله ننازد که بگه اگر تو اونو داری، من رب العالمین. خدا قسم اگر این دیدگاه و باور ما باشه، قطعا موفق میشیم. شاید شما چند نمونه مثال بزنید، بعد یک جوان مؤمنی بوده و موفقیت هم نرسیده، من باورم این است، اون دقیقاً اونجور که بایستی به الله توکل و اعتماد میکرد نکرده، و الا امکان ندارد. خدا میگه کلا ان معی ربی سیهدین و معکم اینما کنتم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. به خدا قسم نظام هستی قانون شاید به هم بخوره، ولی نظام و قانون الله و قول الله هرگز جابجا نخواهد شد. ان تنصر الله ینصرکم، شما دید الله رو یاری کنید، الله شما رو یاری کنید.